سلام و وقت شما بخیر. به مجمع خبری ساعت 6 با من منیر صمدی از هزار ولت خوش آمدین. در نخست سرخط خبرها، فائق: جهان از تمام مکانیزم های حقوقی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر استفاده کند. کشته شدن دزد طالبان در یک حمله در کابل توسط جبهه آزادی. مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل: 90% زنان و دختران افغانستان دچار مشکلات روانی شده اند. جان باختن 9 عضو یک خانواده در یک حادثه ترافیکی در هرات. آدم ربایان در تخار یک دانش آموز را کشتند و برادرش را ربودند. آمریکا میگوید از به رسمیت شناختن طالبان باید دوری شود. تأکید مجدد طالبان بر ممنوعیت حضور زنان در پارک ها: زنان در بلخ به گونه کامل از ورود به پارک های تفریحی منع شدند. ادعای پاکستان مبنی بر داشتن اسناد موثق در مورد کمک عناصری از طالبان به حملات در این کشور. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، از جامعه جهانی خواست که از تمام مکانیزم‌های حقوقی موجود برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق بشر استفاده کنند. آقای فائق که شام دیروز چهارشنبه 28 سنبله در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، با ویژه خواستار استفاده از مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان در قبال خشونت‌های سیستماتیک مبتنی بر جنسیت و سیاست‌های آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان شد. او افزود: ما باید با قاطعیت و وحدت و عزم عمل کنیم تا این مسیر ویرانگر را معکوس کنیم و امید را به میلیون ها نفر در افغانستان که همچنان رنج میبرند بازگردانیم. آقای فائق گفت که این تنها یک امر اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی است که ما به عنوان اعضای جامعه بین الملل به عهده داریم. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت به موضوع مهاجران افغانستان نیز اشاره کرد و از کشورهای همسایه خواست که به آنان مطابق قوانین بین المللی رفتار کنند. جبهه آزادی افغانستان میگوید که در حمله نیروهایش علیه طالبان در کابل، دوز و این گروه کشته و دوز و دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه با نشر اعلامیه‌ای در اکس گفته است که این حمله شام دیروز، چهارشنبه 28 سنبله، در سرک 40 متره متصل به جاده میوند در حوزه اول شهر کابل بر گزمه نیروهای وزارت داخله طالبان انجام شده است. جبهه آزادی افغانستان در مورد تلفات احتمالی نیروهایش در این حمله چیزی نگفته است. مسئولان امنیتی طالبان در کابل تا کنون در مورد این حمله اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی افغانستان پیش از این نیز بارها از حملات علیه طالبان در کابل خبر دادند. سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، میگوید که 90% از زنان و دختران افغانستان به این نهاد وضعیت سلامت روان خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند. خانم باهوس که شام امروز چهارشنبه 28 سنبله در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان صحبت میکرد، گفت که بسیاری از زنان افغانستان میگویند که با گذشت هر فصل وضعیت سلامت روان آنان بدتر می شود. او افزود که 8% از زنان به این نهاد گفتند که دست کم یک زن یا یک دختر را می شناسند که برای خودکشی تلاش کرده است. در پی تصادف اتوبوس مسافربری 580 با یک موتر در ولسوالی زوال هرات، 9 عضو یک خانواده جان باختند. منابع محلی میگویند که این حادثه حوالی ساعت 3:30 دقیقه امروز در ساحه خواجه رویای ولسوالی زوال رخ داده است. به گفته منابع در این رویداد 9 عضو یک خانواده که سرنشینان موتر پاسو بودند جان باختند. منابع گفتند که زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این رویداد هستند. گفته شده که
موتر 580 به سمت فرا در حرکت بوده و موتر پاسو از شیندن به سمت مرکز شهر هرات می آمده. تا کنون مقام های محلی طالبان در هرات در این مورد چیزی نگفته است. دلیل وقوع این حادثه تا کنون روشن نیست. به احتیاطی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و کم عرض بودن جاده ها از دلایل وقوع رویدادهای ترافیکی در کشور عنوان می شود. منابعی در شهر طالقان مرکز تخار می گویند که آدم ربایان یک دانش آموز را به قتل رسانده و برادرش را ربودند. با گفته منابع این دانش آموز نظام الدین نم داشت و 17 سال بود. یک منبع گفت که نظام الدین چاشت امروز چهارشنبه 28 سنبله هنگامی که از مکتب برمی گشت در نزدیکی پارک امیر محمد در ناحیه دوم شهر طالقان در برابر آدم ربایان که قصد ربودنی برادرش را داشتن مقاومت کرده و مورد اصابت گلوله آدم ربایان قرار گرفته است. به گفته منبع آدم ربایان نظام الدین را به قتل رسانده و برادرش را ربوده اند. منابع می گویند که پدر این دو کودک نجیب الله نام دارد و مالک یک شرکت ساختمانی است. به گفته منابع نجیب الله باشنده اصلی ولسوالی خان‌آباد قندوز است و در شهر طالقان زندگی می کند. طالبان در تخار تا اکنون درباره این آدم ربایی چیزی نگفتند. علی‌رغم ادعای طالبان درباره تامین امنیت، قتل آدم ربایی همچنان جریان دارد. دوروتی شی، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتقاد از رویکرد طالبان در برابر شهروندان کشور به ویژه زنان میگوید که باید از هر اقدامی که به رسمیت شناختن این گروه تلقی می شود خودداری شود. شی این اظهارات را روز چهارشنبه 28 سنبله در نشست شروع امنیت سازمان ملل که در مورد افغانستان برگزار شده بود بیان کرده است و افزوده است که این گروه با هر فرمان جدیدی که صادر می کند یک گام از شهروندان کشور و جامعه بین‌المللی دورتر می شود. نماینده آمریکا با اشاره به قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصریح کرده است که این قانون تعامل جهان با این گروه را زیر سوال می برد. به گفته وی وضع محدودیت های جدید طالبان مصداق سرکوب جنسیتی است. خانم شی تاکید کرده است که آمریکا برای رسیدگی به نیازهای مردم افغانستان به تعامل با گروه های مختلف افغان از جمله طالبان ادامه می دهد. او خاطر نشان کرده است صادقانه باید گفت که وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان سوالات زیادی درباره مفید بودن چنین تعاملات با طالبان را به وجود آورده است. ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بلخ بار دیگر دستور داده است که از حضور زنان در پارک های تفریحی این ولایت به طور کامل جلوگیری شود. این ریاست طی مکتوبی که نسخه آن روز چهارشنبه 28 سنبله بر رسانه ها رسیده حضور زنان در پارک‌های مرکز و ولسوالی‌های این ولایت را ممنوع اعلام کرده است. طالبان دلیل این ممنوعیت را مختلط بودن زنان و مردان در پارک‌ها عنوان کردند. پیش از این زنان و مردان در روزهای جداگانه اجازه حضور در پارک‌های تفریحی را داشتند، اما این ممنوعیت جدید حضور زنان را به کلی ممنوع کرده است. سال گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تمام ولایت‌های کشور ورود زنان به پارک‌ها و مکان‌های تفریحی را ممنوع اعلام کرده بود. طبق قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان حضور زنان در اماکن عمومی جرم تلقی می‌شود. و سفیر پاکستان در نشست شورای امنیت گفت که تروریسم در افغانستان جدی‌ترین تهدید برای پاکستان، منطقه و جهان است. منیر اکرم گفت پاکستان اسناد محکم دارد که برخی از حملات در داخل پاکستان را عناصری در حکومت طالبان تسهیل کردند. نماینده پاکستان در سازمان ملل در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت گفت طالبان در مبارزه با داعش خراسان موفق نبوده و در عین حال به القاعده و تحریک که طالبان پاکستان یا TTP پناه دادند و از آنها محافظت می کنند. او گفت TTP یک گروه مورد نگرانی پاکستان است و باید مورد نگرانی کل منطقه و جهان باشد. این گروه با حدود 6000 جنگجو بزرگترین گروه تروریستی لانه کرده در افغانستان است. منیر اکرم همچنین گفت که طالبان به اعضای TTP در نزدیکی مرزهای پاکستان پناه داده و این گروه تقریبا هر روز از این مناطق به اهداف در پاکستان حمله می کنند. و گفته این نماینده پاکستان در سازمان
ملل در حملات TTP صدها سرباز و نظامی و غیر نظامی پاکستانی کشته شدند. او گفت ما اسناد محکم داریم که دست کم بعضی از حملات TTP در داخل پاکستان از سوی عناصری در میان طالبان تسهیل شده است. منیر اکرم افزود که طالبان پاکستانی به سلاح‌های مدرن بجا مانده از نیروهای خارجی در افغانستان مجهز شدند که انبارهای آن در اختیار طالبان افغان قرار دارد. او برخی از فرماندهان طالبان افغان را متهم کرد که در ایجاد برخی از درگیری‌های مرزی که به تلفات در دو سوی مرز منجر شده دست داشتند. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.